سخنان نمایندگان ایران و آمریکا در کنفرانس دوحه، کمال خرازی میگوید سپاه پاسداران باید از لیست گروه‌های تروریستی خارج شود. رابرت مالی، نماینده آمریکا، هم در واکنش گفت تحریم‌های سپاه پاسداران همچنان باقی خواهد ماند. ساعت 13 به وقت تهران با مجموع خبرهای نیمروزی همراه شما هستیم. در اینجا نگاهی داریم به تازه‌ترین تحولات در ایران و جهان. در ادامه خبرها، همزمان با حضور انریک مورا برای ملاقات با مقام‌های ارشد ایران، وزیر خارجه ایران گفت فرماندهان سپاه پاسداران از او خواستند موضوع سپاه مانع توافق نگردد. مدیر مسئول کیهان هم گفت امیر عبداللهیان امنیت کشور را برای توافق با آمریکا تاخت می‌زنند. حضور همزمان وزرای خارجه 4 کشور عربی و آمریکا در اسرائیل. وزرای خارجه آمریکا و اسرائیل میگویند از تبدیل شدن ایران به یک قدرت هسته‌ای جلوگیری می‌کنیم. و سخنان جو بایدن در حضور پناهندگان اوکراینی در لهستان، پوتین یک قصاب است و نمی‌تواند در قدرت بماند. سخنگوی کرملین گفت ماندن یا نماندن پوتین در قدرت به مردم روسیه ارتباط دارد، نه بایدن. وزیر خارجه بریتانیا هم گفت در صورت عقب نشینی روسیه، تحریم‌های این کشور می‌تواند لغو شود. با وجود توقف مذاکرات احیای برجام، رایزنی‌های بین‌المللی برای به سرانجام رسیدن مذاکرات هسته‌ای قدرت‌های جهانی با جمهوری اسلامی ادامه دارد. روز گذشته حسین امیرعبداللهیان تایید کرده رفع تحریم‌های سپاه پاسداران و خروج این نیروی نظامی از فهرست تروریستی یکی از خواست‌ها و خطوط قرمز جمهوری اسلامی در مذاکرات بوده است. امروز هم کمال خرازی، رئیس شورای راهبردی روابط خارجی ایران، در نشست دوحه گفت از خواسته حذف نام سپاه پاسداران از فهرست گروه‌های تروریستی عقب نشینی نخواهند کرد. خرازی گفت در صورتی که ایالات متحده اراده سیاسی از خود نشان دهد، توافق هسته‌ای بسیار نزدیک است. این در حالی است که رابرت مالی، نماینده آمریکا در امور ایران، در نشست دوحه گفت فکر نمی‌کند توافق قریب الوقوع باشد. مالی گفت تحریم‌ها علیه سپاه پاسداران باقی خواهد ماند. او اضافه کرد واشنگتن برای رسیدن به توافق عجله نخواهد کرد. خیلی رک و راست بگم، من حس نمی‌کنم که تغییری در رویکرد کاخ سفید یا وزارت خارجه ایالات متحده درباره سرعت رسیدن به توافق به خاطر جنگ روسیه در اوکراین ایجاد شده باشه. میدونم که شاید تعجب کرده باشین. دغدغه ما این هست که توافق رو قبول کنیم اگر منافع ایالات متحده برآورده بشه، اگر نگرانی‌های ما برطرف بشه، اگر به نفع منافع ملی آمریکا باشه، به توافق خواهیم رسید. وگرنه توافقی وجود نخواهد داشت. سعید جعفری، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل بین‌الملل از روم همراه ما هستند. آقای جعفری، ابتدا بپرسیم به صحبت‌های کمال خرازی که گفته خارج شدن سپاه از لیست گروه‌های تروریستی یک ضرورت. آیا می‌تونیم بگیم که این حرف در حقیقت موضع رسمی جمهوری اسلامیه؟ ببینید، باید ببینیم که موضع نظام و جمهوری اسلامی رو چگونه در واقع می‌خوایم تعریف کنیم. آقای امیرعبداللهیان هم به هر حال بخشی از همون نظام هستن که دیروز صحبت‌هاشون قدری دست کم به نسبت اظهار نظرهای پیشین میشد توش نرمش پیدا کرد، که گفته بودن که فرماندهان سپاه بهشون اینطور توصیه کردن. اما در این حال حملات آقای شریعت مداری نشون داد که اتفاقا موضع قدرتمندتر در جمهوری اسلامی ایران همچنان همین ایده و انگاره هست که سپاه پاسداران باید از لیست گروه‌های تروریستی خارج بشه. در این حال موضوع دیگه ای رو باز میخوام که ما باید مورد توجه قرار بدیم، تفاوت بین خروج سپاه پاسداران از فهرست سازمان‌های تروریستی و باقی موندن تحریم‌های سپاه پاسداران و نهادها و اشخاص و شخصیت‌های وابسته به اونه. آقای خرازی امروز تو صحبت‌هاشون به این نکته هم اشاره کردن که علاوه بر سپاه 500 نهاد و شخصیت دیگه هم در فهرست تحریم‌های آمریکا باقی موندن که ما بر سر اینها هم مسئله داریم. یعنی این دو تا نکته رو ما باید در واقع از همدیگه تفکیک قائل بشیم. اما دیدیم که رابرت مالی در واکنش گفته که تحریم‌های سپاه پاسداران برداشته نخواهد شد. صحبت از تحریم کرده در حالی که صحبت از لیست گروه‌های تروریستی هست و همچنان هم سرنوشت این موضوع نامعلومه. آیا میتونیم بگیم که توافقی در رابطه با این موضوع در حال شکل‌گیریه؟
ببینید، من فکر می‌کنم که موضع ایالات متحده در هفته‌های اخیر کمی تغییر کرده و کمی سخت‌تر شده، برخلاف چیزی که جمهوری اسلامی ایران انتظارش رو داشت و فکر می‌کرد که بعد از تحولات اوکراین در واقع ایالات متحده آمریکا نرمش بیشتری برای رسیدن به توافق نشون بده. بعد از فشارهایی که اسرائیل وارد کرد و مخالفت‌های داخلی که در ایالات متحده صورت گرفت، آمریکا حتی بر سر خروج سپاه از فهرست سازمان‌های تروریستی هم قدری داره سختی از خودش نشون میده، در حالی که از پیش هم مشخص بود که حتی اگر سپاه از فهرست سازمان‌های تروریستی خارج بشه، تحریم‌ها باقی می‌مونند. منتهای مراتب نظر می‌رسه که مواظبه در حال حاضر کمی سخت‌تر شده. به این موضوع هم بپرسیم که مقام‌های ایرانی برخلاف آمریکایی‌ها خیلی خوشبین هستند به انجام یک توافق. آیا می‌تونیم بگیم که یک توافقی نزدیک هستیم و به طور کل دلیل این خوشبینی چیه؟ ببینید، در خصوص اظهار نظرهای مقامات سیاسی طرفه، ما باید بخش جنگ روانی و تبلیغاتی رو مد نظر قرار بدیم. اگر در ماه‌های اخیر موضوع رو صحبت کرده باشیم، ما شاهد این بودیم که در مواقعی در مقامات آمریکایی و غربی تاکید روی که رسیدن به توافق نداشتند و مقامات جمهوری برعکسش رو می‌گفتند و در حال حاضر اظهار نظرها رو از هرچند در روزهای اخیر نت پرایس برخی دیگر از ای هم از نزدیک بودند توافق سخن گفته بودند. در اصل من فکر می‌کنم بیشتر موضوع در چارچوب جنگ روانی و سیاسی که میتونه بر مذاکرات اظهار تحلیل کرد. ممنونم از شما سعید جعفری، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل بین‌الملل از روم. عذرخواهی می‌کنم از بینندگان و شنوندگان، کمی مشکل فنی داشتیم در پخش صدا. اما در ادامه نگاهی کنیم به چند خبر کوتاه از ایران. علی اکبر سیارمه، مشاور عالی کانون انجمن‌های صنفی کارگران ایران، نسبت به رعایت نشدن حقوق کارگران هشدار داد. او با اشاره به افزایش دستمزد حقوق کارگران گفت همچنان به مسائل کارگران به صورت ریشه‌ای نگاه نمی‌شود و کارفرمایان با ایجاد شرایط ترس و ارعاب، شرایط خود را به کارگران تحمیل می‌کنند. در همین حال، کارگران پیمانکاری واحد نگهداری ابنی فنی راه آهن از مدیریت راه آهن خواستار پرداخت معوقات و بیمه خود در سال جدید شدند. مراد طاهباز، زندانی ستابعیتی ایرانی، آمریکایی، بریتانیایی، در هفتمین روز اعتصاب قضای خود به سر می‌برد. خانواده او نسبت به نامشخص بودن وضعیت این زندانی ابراز نگرانی کردند. طاهباز عضو هیئت مدیره و از بنیانگذاران مؤسسه حیات وحش پارسیان است که از بهمن سال 1396 در بازداشت به سر می‌برد. طاهباز مبتلا به سرطان است و دو بار در زندان به کرونا مبتلا شده. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی در واکنش به انتقاد آمریکا از حضور سپاه در نمایشگاه نظامی دوحه، شرکت این نهاد را به عنوان یکی از ارکان دفاعی نظام یک امر بدیهی دانست. به گفته سعید خطیب‌زاده، حضور فعال سپاه و نمایش دستاوردهایش به کشورهای دوست و همسایه بدیهی است و انتشار بیانیه انتقادی آمریکا در این خصوص منجر به بی‌اعتباری بیشتر مقامات واشنگتن شده. پیشتر وزارت خارجه آمریکا از حضور مقام‌های نظامی سپاه در نمایشگاه نظامی دوحه و در مجاورت غرفه ایالات متحده ابراز ناراحتی و نگرانی کرده بود. احمد شیرانی، رئیس مرکز کنترل ترافیک پلیس راهنمایی و رانندگی، اعلام کرد از آغاز مسافرت‌های نوروزی امسال 486 نفر در تصادفات جان باختند. پلیس راهنمایی و رانندگی پیشتر اعلام کرده بود در هر ساعت 2 فوتی و 29 مجروح در تصادفات جاده‌ای ایران ثبت می‌شود. تا دقایق دیگر و بعد از استراحتی کوتاه به سفر انریک مورا، هماهنگ کننده اروپایی گفتگوهای احیای برجام، به تهران می‌پردازیم. همزمان مدیر مسئول روزنامه کیهان از وزیر خارجه ایران انتقاد کرده و گفته او فاقد اشراف کافی بر حوزه سیاست خارجی است. بیننده و شنونده مجموعه خبر نیمروزی هستید. پیش از ادامه مروری کنیم بر سرخط خبرها. سخنان نمایندگان ایران و آمریکا در کنفرانس دوحه. کمال خرازی میگوید سپاه پاسداران باید از لیست گروه‌های تروریستی خارج شود. رابرت مالی، نماینده آمریکا، هم در واکنش گفت تحریم‌های سپاه پاسداران همچنان باقی خواهد ماند.
همزمان با حضور انریکه مورا برای ملاقات با مقام‌های ارشد ایران. وزیر خارجه ایران گفت فرماندهان سپاه پاسداران از او خواستند موضوع سپاه مانع توافق نگردد. مدیر مسئول کیهان هم گفت امیر عبداللهیان امنیت کشور را برای توافق با آمریکا تاخت می‌زند. حضور همزمان وزرای خارجه 4 کشور عربی و آمریکا در اسرائیل. وزرای خارجه آمریکا و اسرائیل میگویند از تبدیل شدن ایران به یک قدرت هسته‌ای جلوگیری می‌کنیم. و سخنان جو بایدن در حضور پناهندگان اوکراینی در لهستان. پوتین یک قصاب است و نمی‌تواند در قدرت بماند. سخنگوی کرملین گفت ماندن یا نماندن پوتین در قدرت به مردم روسیه ارتباط دارد، نه بایدن. وزیر خارجه بریتانیا هم گفت در صورت عقب نشینی روسیه تحریم‌های این کشور می‌تواند لغو شود. برای نخستین بار وزرای خارجه 4 کشور عربی در نشست 6 جانبه نگف با همتایان آمریکایی و اسرائیلی خود در اسرائیل گرد هم می‌آیند تا در کنفرانسی شرکت کنند که محور اصلی آن ایران است. آنتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده شب گذشته وارد اسرائیل شد و او پیش از شرکت در این نشست با نفتالی بنت نخست وزیر اسرائیل دیداری کوتاه خواهد داشت. وزیران خارجه مراکش، مصر، امارات متحده عربی و بحرین 4 کشور عربی حاضر در این نشست هستند. علاوه بر ایران، موضوع حمله روسیه به اوکراین هم از محورهای اصلی این نشست غیر رسمی است. با این حال، رادیوی ملی اسرائیل به نقل از یک مقام این کشور گزارش داد هدف اصلی این نشست تشکیل جبهه واحد علیه ایران است. وزیر خارجه اسرائیل در بیانیه‌ای گفت ایران تنها مسئله اسرائیل نبوده، بلکه مسئله جهان است. یائیر لاپید گفت ایران نمی‌تواند ترور را به تمام جهان صادر کند. لاپید اضافه کرد اسرائیل بر سر توافق هسته‌ای با شریکش آمریکا اختلاف نظر دارد، اما این اختلاف‌ها از طریق گفتگوی مستمر مدیریت خواهند شد. وزیر امور خارجه آمریکا هم گفت دو کشور مصممند که ایران تحت هیچ شرایطی به سلاح هسته‌ای دست پیدا نکند. آنتونی بلینکن هم گفت در صورت دست نیافتن به توافق هسته‌ای با ایران، آمریکا و اسرائیل برای جلوگیری از پیشرفت برنامه هسته‌ای ایران در تلاش و همکاری خواهند ماند. برای بررسی بیشتر این خبر همکارم اشکان صفایی از کریات‌گات در اسرائیل همراه ماست. اشکان، جزئیات بیشتر صحبت‌های یائیر لاپید را از تو بشنویم. بله، خوبه. یائیر لاپید وزیر خارجه اسرائیل و همتای آمریکایش آنتونی بلینکن دقایقی پیش کنفرانس خبری داشتند در وزارت خارجه اسرائیل پیش از اینکه در واقع به این نشست نگف بیان. یائیر لاپید اشاره کرد در این که در این گفتگوهایی که با بلینکن داشته در مورد ایران و اوکراین بوده و تاکید بر دوستی دو کشور. گفت که ایران فقط مشکل اسرائیل نیست، بلکه یک مشکل بین‌المللی هست. گفت که ایران نمیتونه به خودش اجازه بده که سپاه پاسداران به گفته او ترور رو در کل جهان گسترش بده. گفت که اسرائیل و ایالات متحده با همکاری همدیگه جلوی اتمی شدن ایران رو خواهند گرفت، هرچند که همزمان تاکید کرد که خود اسرائیل هم به تنهایی هر اقدامی که لازم بشه انجام خواهد داد تا جلوی در واقع مبدل شدن جمهوری اسلامی به یک قدرت اتمی رو بگیره. گفت که جمهوری اسلامی فقط در تئوری و حرف نیست که میخواد اسرائیل رو نابود کنه، بلکه عملا هم میخواد این کار رو بکنه، هرچند که به گفته لاپید اسرائیل اجازه چنین کاری رو به ایران نخواهد داد. بلینکن گفت که در واقع صحبت‌های خودش رو با موضوع اوکراین شروع کرد و از تلاش‌های نفتالی بنت برای میانجیگری بین کیف و مسکو تشکر کرد. بر اون چیزی که تعهد آهنین واشنگتن به امنیت اسرائیل خوند تاکید کرد و اشاره هم کرد به 1 میلیارد دلار کمک آمریکا به سامانه دفاعی گنبد آهنین. بلینکن گفت که در واقع دو کشور با هم دیگه هم نظر هستند در مورد مهمترین مسائل، از جمله اینکه ایران نباید اتمی بشه، چه با برجام به گفته او و چه بدون برجام. گفت نبود برجام باعث شده که ایران در واقع بیشتر تهدید بکنه اسرائیل رو. به مسائل منطقه‌ای مثل حوثی‌ها و حماس هم اشاره کرد و گفت که آمریکا از متحدان خودش دفاع می‌کنه زمانی که در واقع ایران بخواد اونها رو تهدید بکنه. ممنونم اشکان صفایی از اورشلیم همراه ما بودیم.
اما برای گفتگوی بیشتر در همین زمینه میر جاودانفر تحلیلگر مسائل اسرائیل از تل آویو همراه ما هستن. آقای جاودانفر، آیا هدف اصلی این نشست تشکیل یک جبهه واحد علیه جمهوری اسلامیه؟ جبهه واحدی وجود داره. این تشکیل این نشست میشه گفتش که به خاطر تقویت و استحکام جبهه اولا مخالف در مقابل جمهوری اسلامی هستش و دوما در مقابل قطر. نباید فراموش بکنیم که در همین امروز که الان ما این همایش هستش که کشورهایی که معمولا بیشترشون حامی عربستان هستن، کشورهایی مانند مراکش، مصر، امارات متحده و بحرین در اسرائیل هستن، همون امروز در قطر ما دوحه فروم مجمع دوحه هستش که اونها هم کشور قطر داره در همین امروز داره سعی میکنه که از اون استفاده بکنه برای ارتقاء موضع دیپلماتیکش در سطح منطقه‌ای و در سطح جهانی. ولی کلا در ایران یکی از مسائل مهمی خواهد بود که در مورد اون امروز صحبت خواهند کرد این کشورهای مختلف و همه این کشورها میدونن، کشورهای مذکوری که به اسرائیل اومدن میدونن که توافق برجام شامل حضور نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی در منطقه و شامل برنامه موشک ایران نمیشه و این کشورها باید با همدیگه الان همکاری بکنن، با برجام یا بدون برجام همکاری بکنن برای مقابله کردن با حضور نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی ایران و برنامه موشکیش. اما اینکه به هر روی 4 کشور عربی الان در اسرائیل هستند و یک اتفاق تاریخی میشه نام برد ازش، آیا ممکنه که این نزدیکی عرب با اسرائیل منجر به یک همکاری نظامی بشه علیه جمهوری اسلامی؟ اولا بله، واقعا امروز یک روز تاریخی برای اسرائیل هستش، به خصوص برای مرحوم داوید بن گوریون، بنیانگذار کشور اسرائیل و اولین نخست وزیر این کشور، که این یکی از این نشست در کیبوتس است بوکر که اونجا کیبوتس آقای داوید بن گوریون بود انجام خواهد شد و آقای داوید بن گوریون دیدگاهشون این بود که کشور اسرائیل باید با کشورهای عرب به پیمان صلح برسه، که الان ما میبینیم که قسمتی از اون به ثمره رسیده. ولی آیا این باعث همکاری بین این کشورها برای مقابله مستقیم با جمهوری اسلامی ایران خواهد شد؟ نه، ولی برای مقابله با نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی ایران در منطقه بله بیشتر، به خصوص به خاطر اینکه الان ما میبینیم که حوثی‌ها، همون حوثی‌هایی که جمهوری اسلامی ایران بهشون موشک میده و همون رهبران حوثی که روی میدان آزادی یا میدان شهیاد عکسشون امروز چند روز پیش انداختن، الان نه فقط به عربستان حمله کردن، به تأسیسات نفتی و آبی، تطهر آبی عربستان حمله کردن، به امارات متحده عربی هم حمله کردن و این و کشورهایی که مذکور که به اسرائیل میان، این اقدامات جمهوری اسلامی ایران رو واقعا یک اعمال خطرناک میبینن برای امنیت عربستان و امنیت امارات و امنیت منطقه خاورمیانه. و به نظر من اگر بخواد اقدامات همکاری نظامی بین این کشورها به وجود بیاد، اولا بیشتر در موضع جمع‌آوری اطلاعات خواهد بود و بیشتر هدفش میشه گفت مقابله با حضور نیروهای حامی جمهوری اسلامی، نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی در منطقه خواهد بود و نه برای مقابله مستقیم با ایران. ممنونم از شما میر جاودانفر، تحلیلگر مسائل اسرائیل از تل آویو همراه ما بود. انریکه مورا، هماهنگ کننده اروپایی گفتگوهای احیای برجام، امروز در تهران با علی باقری کنی، مذاکره کننده ارشد جمهوری اسلامی دیدار می‌کند. خبرگزاری ایرنا گزارش داده به درخواست مورا دیدارهای دیگری هم میان او و برخی مقامات دیگر جمهوری اسلامی برگزار می‌شود. قرار است مورا پس از پایان سفرش به تهران راهی واشنگتن، پایتخت آمریکا شود.
حسین شریعت‌مداری مدیر مسئول روزنامه کیهان با انتقاد از وزیر خارجه دولت ابراهیم رئیسی گفت او در حوزه سیاست خارجی اشراف کافی ندارد. حسین امیرعبداللهیان بیشتر گفته بود فرماندهان سپاه به او گفتند موضوع سپاه نباید مانعی برای رسیدن به توافق هسته‌ای شود. شریعت‌مداری در گفتگو با خبرگزاری فارس وزیر خارجه را به تسلیم شدن در برابر آمریکا متهم کرد و گفت امیرعبداللهیان برای رسیدن به توافق با آمریکا در حال تاخت زدن سپاه است. او از فرماندهان سپاه پاسداران خواسته اظهارات عبداللهیان را اصلاح کند. اما گزارش رکسانا خیرکار درباره آخرین تحولات پرونده هسته‌ای ایران رو با هم ببینیم. بنده عرض می‌کنم که برجام یه جسدیه. حجمه حسین شریعت مداری به حسین امیر عبداللهیان. مدیر روزنامه کیهان وزیر امور خارجه را به تسلیم شدن و تاخ زدن سپاه با آمریکا با هدف دستیابی به توافق هسته‌ای متهم کرد. ماجرا از آنجا آغاز شد که امیر عبداللهیان در مصاحبه تلویزیونی گفت حصول توافق اتمی نزدیک و لغو تحریم‌های سپاه از موضوعات اصلی در مذاکرات است. او همچنین از پیشنهاد فرماندهان سپاه برای نادیده گرفتن اصرار جمهوری اسلامی در حذف نام سپاه پاسداران از لیست تروریستی با عنوان از خودگذشتگی این نهاد وابسته به رهبری یاد کرد. البته مقامات عالی رتبه سپاه در کشور به ما در وزارت امور خارجه یک نکته ای را همواره یادآوری میکنند و اونها میگن که شما در راستای منافع کشور هر اون چیزی که لازم است انجام بدید و اگر به نقطه ای رسیدید که موضوع سپاه مطرح بود، موضوع سپاه نباید مانعی برای شما باشه. این رو میگن به نظر من در واقع به نوعی مقامات عالی سپاه دارن از خودگذشتگی نشون میدن و ایثارگری خودشونو به حد اعلا میرسونن. این سخنان وزیر خارجه خشم و عصبانیت حسین شریعت مداری را در پی داشت. مدیر روزنامه کیهان در گفتگو با خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران گفت سخنان وزیر امور خارجه کشور می تواند به این موضوع دامن بزند که او از اشراف کافی بر موضوعات جاری در حوزه مسئولیتش برخوردار نیست. شریعت مداری گفته انتساب این سخنان به سپاه پاسداران با ویژگی های فرماندهان این نهاد همخوانی ندارد و برداشت وزیر خارجه به یقین خطاست. همه شما رو مشمول الطاف ویژه خود و هدایت های ویژه خود قرار بدهد. شریعت مداری همچنین فرماندهان سپاه را به مقابله با این نظر وزارت خارجه فراخوانده و گفته آنها باید در این باره موضع بگیرند. همه اینها در حالی است که قرار است انریکه مورا معاون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا امروز در تهران با مقامات جمهوری اسلامی دیدار و گفتگو داشته باشد. دیداری که شاید در نهایت بتواند گره کور این گفتگوها را باز کند. اگرچه در چنین شرایطی معلوم نیست انریکه مورا در تهران باید نظرات وزارت خارجه را دیدگاه تهران بداند یا نظرات شریعت مداری را. جوزف بورل رئیس سیاست خارجه اتحادیه اروپا هم شنبه شب در حاشیه نشستی در دوحه قطر ابراز امیدواری کرد که حصول توافق نزدیک است. اکنون ما به توافق بسیار نزدیک هستیم و امیدوارم این امر امکان پذیر شود. در حال حاضر ما در حال بحث پیرامون موضوعاتی هستیم که هیچ ربطی به برنامه هسته ایران ندارد. از سوی دیگر رابرت مالی نماینده ویژه آمریکا در امور ایران و وزیر خارجه عربستان هم طی دیداری درباره برنامه هسته‌ای ایران، مذاکرات احیای برجام و حمایت جمهوری اسلامی از شبه نظامیان در منطقه گفتگو کردند. آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه ایالات متحده هم به اسرائیل رفته تا امروز با شرکت در نشست اعضای پیمان ابراهیم درباره توافق احتمالی با ایران گفتگو کند. پیشتر هم نشست چهار جانبه اردن، امارات، مصر و عراق و نشست سه جانبه‌ای در شرم الشیخ با حضور رهبران مصر، اسرائیل و امارات برگزار شده. نشستی که گفته شده درباره تحولات منطقه‌ای و احتمال خروج سپاه پاسداران از فهرست سازمان‌های تروریستی بوده.
نشست هایی که با حملات حوثی های تحت حمایت ایران به تأسیسات نفتی عربستان همراه شده و نشان از رشد فزاینده نگرانی های امنیتی در منطقه را دارد. رکسانا خیرکار، واشنگتن. مهدی مهدوی آزاد روزنامه‌نگار از بن آلمان همراه ما هستم. آقای مهدوی آزاد، ابتدا بپردازیم به اختلاف بین مدیر مسئول روزنامه کیهان و آقای امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران. مبنای این اختلاف چه هست؟ آیا میتونیم بگیم ناشی از این میشه که همونطور که آقای امیر عبداللهیان میگه متن این توافق آماده شده و نزدیک هستیم به توافق؟ بله، اول بدونید که فقط آقای حسین امیر عبداللهیان نیست، در واقع طیفی از چهره‌های تندرو علیه این حرف‌ها موضع گرفتند. فقط حسین شهید مداری نیست. جالب هم این هستش که اغلب این کسایی که موضع گرفتن چهره‌های نزدیک به سپاه یا فعالان سیاسی نزدیک به سپاه هستند و خبرگزاری که با اینا صحبت کردم خبرگزاری سپاه یعنی فارس و تسنیم هست. از امیر حسین ثابتی یا یاسر جبرائیلی بگیرید که چهره‌های رسانه‌ای جریان سپاه پاسداران هستند تا احمد نادری، علی ریان در مجلس و امثال هم. ببینید، ریشه برمیگرده به همین جمله‌ای که شما از وزیر خارجه ایران پخش کردید. سعی میکنه سپاه پاسداران را از خود گذشته و ایثارگر نشون بدن. میدونید سپاه همون نهادی است که موقعی که فرودگاه امام خمینی رو میخواستن افتتاح کنن در دولت خاتمی، به خاطر اینکه نمیخواست منافع مالی از دست بده، جنگنده بلند کرد، هواپیمای جنگنده بلند کرد و با هواپیمای جنگنده نگذاشت هواپیمای مسافر برای خارجی بشینه تو اون فرودگاه، گفت نمیگذارم افتتاحش کنید. اونجاییست که تا دیدن تلگرام بخش صوتی رو انداخته و ممکنه درآمدهای سپاه از مخابرات ایران کم بشه، تلگرام فشار آوردن، فیلتر کردن برای یه قرارداد نفتی ایران با آتیش میکشه. سپاه نهادی نیست که ایثارگر باشه، نهادی نیست که از پول بگذره، از تحریم بگذره. همه داستان هستش که بخشی از حکومت به این نتیجه رسیدن که آمریکا اون امتیازاتی که دلشون میخواد رو، رفع تحریم‌های سپاه رو نمیده، خروج سپاه از تروریسم ممکنه، منتها رفع تحریم‌ها رو نمیده و طبیعتاً دارن اینجوری سپاه آروم میکنن که آره اون خیلی ایثارگره و طبیعتاً بخشای از سپاه پاسداران به صورت غیر مستقیم واکنش نشون میدن. اما موضوع دیگه نقش روسیه هست در سیاست‌های جمهوری اسلامی. می‌دونیم که حسین شریعت مداری همیشه بازتاب دهنده نگاه روسیه بوده و همیشه دفاع کرده از رابطه بین روسیه و جمهوری اسلامی. آیا می‌تونیم بگیم که این صحبت‌هاش هم در حقیقت بازتاب دهنده همون چیزی هست که مسکو می‌خواد؟ بله، کیهان واقعیت نستش که در یک دهه گذشته سخنگوی اصلی جریان روسوفیل در ایران بوده، همچنان که مثلا در تاریخ ما میخونیم فلان شخصیت در زمان مشروطه عامل بریتانیا بوده، فلان شخصیت نمیدونم عامل آمریکا بوده. به یقین بدونید که تاریخ هم در مورد این دوران روایت خواهد کرد که کیهان و حسین شهید مداری سخنگوی اصلی یا پشت پرده کرملین در ایران بودند. مسئله فقط دفاعش از سیاست نگاه به شرق نیست، حتی الان نوع نگاهش به اوکراین رو نگاه بکنید، در واقع سطح پایین ترین نوع پروپاگاندا و دفاع از روسیه هست. الان در مقطع فعلی فکر کنم اغلب کارشناسان معتقد هستند که بازیگر اصلی در مورد سرنوشت برجام ولادیمیر پوتین و کرملین هست، هم به واسطه وابستگی‌هایی که روحانیون داره، هم به واسطه تسلط اطلاعاتی روسیه در ایران، چیزی که وزیر خارجه سابق ایران گفته بود در فایل صوتی جواد ظریف به وضوح میشنوید، در حدی که حتی مثلا سپاه قدس عامل و مجری سیاست های روسیه هست. واقعیت است که کرملین باید تصمیم بگیره آیا نهایتا اجازه میده یا نه. در حال حاضر سیاست کرملین این هستش که تنش با آمریکا رو افزایش بده. خب اون ایران هست که به نمایندگی از کرملین روسیه میتونه تو خاورمیانه بمب بترکونه، کار تروریستی بکنه، واسش منافع ملی مهم نیست، میتونه شلوغ بلوغ بکنه. من فکر کنم تو این مقطع روسیه خیلی تمایلی نداره. البته هم حکومت ایران هم آمریکا اگر بخوان میتونن مقابل فشارهای روسیه بایستن، چون روسیه کاری رو نباید بکنه، یعنی تحریم‌ها رو آمریکا باید برداره، فعالیت اتمی رو جمهوری اسلامی باید تعلیق بکنه. منتها اگر کمی شل بگیرن منطقا روسیه سیاست خودش رو پیش میبره. فکر نمی‌کنم تو این مقطع پوتین رضایت بده به در واقع نزدیکی ایران و غرب. ممنونم از شما مهدی مهدوی آزاد روزنامه‌نگار از بن همراه ما بودیم. مرسی. اما در ادامه مجموعه خبر نیمروزی و تا دقایق دیگر به جنگ در اوکراین می‌پردازیم. ارتش روسیه شهر لوی و اوکراین در نزدیکی مرز لهستان را هدف حملات موشکی قرار داد. همچنان با ما باشید. بیننده و شنونده مجموعه خبر نیمروزی هستید. پیش از ادامه مروری کنیم بر سرخط خبرها. سخنان نمایندگان ایران و آمریکا در کنفرانس دوحه. کمال خرازی میگوید سپاه پاسداران باید از لیست گروه‌های تروریستی خارج شود. رابرت مالی نماینده آمریکا هم در واکنش گفت تحریم‌های سپاه پاسداران همچنان باقی خواهد ماند.
همزمان با حضور انریک مورا برای ملاقات با مقام‌های ارشد ایران. وزیر خارجه ایران گفت فرماندهان سپاه پاسداران از او خواستند موضوع سپاه مانع توافق نگردد. مدیر مسئول کیهان هم گفت امیر عبداللهیان امنیت کشور را برای توافق با آمریکا تاخت می‌زند. حضور همزمان وزرای خارجه 4 کشور عربی و آمریکا در اسرائیل. وزرای خارجه آمریکا و اسرائیل میگویند از تبدیل شدن ایران به یک قدرت هسته‌ای جلوگیری می‌کنیم. و سخنان جو بایدن در حضور پناهندگان اوکراینی در لهستان. پوتین یک قصاب است و نمی‌تواند در قدرت بماند. سخنگوی کرملین گفت ماندن یا نماندن پوتین در قدرت به مردم روسیه ارتباط دارد نه بایدن. وزیر خارجه بریتانیا هم گفت در صورت عقب نشینی روسیه تحریم‌های این کشور می‌تواند لغو شود. در ادامه حملات موشکی روسیه به شهرهای اوکراین روز گذشته، شهر لویو در غرب اوکراین هدف حملات موشکی قرار گرفت. فرماندار این منطقه با اعلام این خبر گفت این موشک‌ها به مخازن سوخت و کارخانه‌های نظامی اصابت کرده که به زخمی شدن 5 نفر منجر شد. لویو مقصد هزاران پناهجوی اوکراینی است که تلاش می‌کنند از این طریق از اوکراین خارج شوند. لیز تراس وزیر خارجه بریتانیا میگوید در صورت خروج روسیه از اوکراین و متعهد شدن به پایان دادن به تجاوز نظامی ممکن است تحریم‌های اعمال شده علیه افراد و شرکت‌های روسی لغو شود. با این حال لیز تراس تأکید کرد امکان اهرم ماشه و بازگشت سریع تحریم‌ها در صورت تهاجم دوباره پا بر جا می‌ماند. دولت بریتانیا میگوید تاکنون بیش از 600 میلیارد دلار از دارایی‌های بانک‌های روسیه و حدود 200 میلیارد دلار از دارایی‌های اولیگارش‌های روسی و اعضای خانواده‌هایشان را تحریم کرده است. همزمان جو بایدن رئیس جمهور آمریکا در سخنرانی خود در ورشو پایتخت لهستان گفت ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه نمیتواند بر مسند قدرت بماند. از سوی دیگر او در حاشیه سفرش به اوکراین پوتین را یک قصاب نامید. صرفاً هیچ توجیهی برای انتخاب گزینه جنگ از سوی روسیه وجود نداره. زورگویی وحشیانه و ارائه اطلاعات نادرست برای ارضای میل به قدرت مطلق و کنترل یکی از قدیمی ترین غریزه های انسانیه. این یک چالش مستقیم برای نظم بین المللی مبتنی بر قانون است که از پایان جنگ جهانی دوم ایجاد شده. تحریم‌های بین‌المللی توانایی روسیه برای تقویت ارتش خود و قدرت نمایی را از بین می‌برد و این ولادیمیر پوتین است که مقصر است. اوکراین هرگز یک پیروزی برای روسیه نخواهد بود، زیرا مردم آزاد از زندگی در دنیای ناامیدی و تاریکی امتناع می‌کنند. ما آینده‌ای متفاوت خواهیم داشت، آینده‌ای روشن‌تر که ریشه در دموکراسی، امید، نور، نجابت و کرامت و آزادی و امکانات دارد. محض رضای خدا این مرد نمیتواند در قدرت باقی بماند. در واکنش به این اظهارات پوتین سخنگوی کرملین گفت اینکه چه کسی در روسیه در قدرت باشد به بایدن ربطی ندارد و این انتخاب با مردم روسیه است. از سوی دیگر کمی پس از پایان سخنرانی بایدن، کاخ سفید در بیانیه‌ای اعلام کرد ایالات متحده به دنبال تغییر رژیم در روسیه نیست. همکارم طناز خامه از شهر لویو در اوکراین همراه ماست. طناز اگر ارتباطمون با تو برقرار هست، بله ارتباطمون با تو برقرار شد. تنها روز گذشته که داشتیم با هم صحبت می‌کردیم از همین شهر لویو اوضاع به نظر آرام می‌رسید، اما ساعتی پس از اون گفته بودیم که شهر لویو هدف حملات موشکی قرار گرفت. که بیشتر از این حملات به ما بگو. مرسی فرهناز. بله دیروز روز آرومی نبود، همینطور شب آرومی برای مناطق غربی اوکراین که زیاد جنگ و بمباران و تا این لحظه تجربه نکردن. برای همین من الان اومدم مرکز رسانه‌ها در شهر لویو و این نقشه رو اینجا دیدم، فکر کردم که ازش استفاده بکنیم تا شاید برای بینندگانمون بیشتر واضح باشه در مورد کجا کدوم منطقه داریم صحبت می‌کنیم. اگر نگاه بکنید این نقشه اوکراینه و این مناطق شرقی جنوب شرقی اینجا کریم است. کریمی که از سال
2014 بر سرش بحث بوده. جایی که همیشه داریم در مورد صحبت می‌کنیم ماریوپول اینجا هست که امروز قراره که هم ماریوپول هم شهری که کنارشه دوباره یک راه بشردوستانه باز بشه. اما در مورد نقاط غربی گفتین. نقاط غربی رو خب اگر نگاه بکنیم، من سعی می‌کنم از این استفاده بکنم، این میکروفون خودم مشکل داره. بله، نقاط غربی رو اگر نگاه بکنی آروم بوده و هیچ جا رو شما نمی‌بینید که بمب زده باشن یا موشک انداخته باشن، ولی اینجا چند تا نقطه هست که می‌بینین. اینجا جایی که ما هستیم، لویف، دیروز چندین بار آژیر خطر زد، فکر می‌کنم نزدیک به 4 5 ساعت کسانی بودن که در پناهگاه بودن و هر بار که این آژیر زده می‌شد خب خیلی‌ها نگران می‌شدن که چه اتفاقی داره می‌افته. برای کسانی که می‌خوان بدونن چه اتفاقی افتاد، همونطور که در خبرهای خودت داشتی، دو تا موشک در ابتدا در لویف داشتیم که خورد به یکی از مراکز صنعتی ذخایر سوخت و بعد انفجار، سه تا انفجار انقدر بزرگ بود که تا ساعت‌ها شما دود رو می‌دیدی و یا از منطقه که می‌گذشتی حتی بوش رو می‌تونستی احساس بکنی. چند ساعت بعدش دوباره صدای آژیر رو ما داشتیم، یک اتفاق دیگه افتاد، چند ساعت طول کشید تا خبرش منتشر بشه، اما شهردار و فرماندار لویف در کنفرانس خبری که داشتن تایید کردن که بله یک انفجار دیگه بوده و گفتن که زیرساخت‌های شهریمون هدف قرار گرفته بوده و حتی اطرافش منازل مسکونی بود که گفتن آسیب ندیده، ولی مدرسه‌ای بود که عکساشو در سوشال میدیا در شبکه‌های اجتماعی دیدیم که شیشه‌هاش ریخته ولی خوشبختانه تلفاتی نداشته. در مجموع این سه تا حمله‌ای که داشتیم، یعنی دو تا حمله که در واقع ولی سه تا انفجار بود، اینها هیچ تلفات جانی نداشته. اما اگر به شمال شرق بریم، دونوب، اینجا یه شهر دیگه هست به مرز بلاروس نزدیک‌تر میشیم، اونجا هم یه حمله دیگه شده به انبار نفت که فکر میکنم ویدیویو براتون فرستادم، اگر میخواین میتونین الان پخش بکنین. و بعد اینجا رو داریم، اینجا هم یک حمله دیگه بوده تو همین منطقه که البته تونستن منهدم بکنن، مشخص نیست که این از پهپاد استفاده شده بوده یا موشک های کروز. در حال همونطور که گفتم روز گذشته روز آرومی برای مناطق غربی لویف نبود، اتفاقا همزمان شد با صحبت هایی که جو بایدن رئیس جمهور آمریکا در لهستان داشت با وزرای خارجه و وزرای خارجه و وزیر دفاع، که خیلی ها وقتی که شهردار و فرماندار دیشب صحبت میکردن میگفتن ما فکر میکنیم این یک پیام بود به جو بایدن به خاطر اینکه میخواست برسونه که اگر بخواید در مورد ما صحبت کنید یا همکاری بکنید با کشور اوکراین، اینطوری ما پاسخگو میدیم. البته جو بایدن هم میدونه که در صحبت هایی که دیروز کرد خیلی تند صحبت کرد و گفتش که دیگه باید واقعا پوتین از قدرت کنار بره، که البته بعد کاخ سفید اعلام کرد که این همینطوری عنوان شده بوده و از قبل هماهنگ نشده، چون قبلش ما میدونیم بلینکن صحبت کرده بود، گفته بود که ما نمیخوایم، ما تغییر قدرت اصلا به ما ربطی نداره، به مردم روسیه ربط داره، باید خودشون تصمیم بگیرن. اما خارج از این حملات اگر دوباره بخوایم برگردیم، اگر این نقشه با من یاری بکنه و بتونیم نشون بدیم دوباره شهر رو که بله نگاه بکنید میبینید مناطقی که قرمز هستند، مناطقی که قرمز هستند بیشتر در جنوب شرقی نزدیک کریمه و الان دوباره امروز از شهر ماریوپول، از برینداس که در کنار هم دیگه هستن و همینطور از لوهانسک که تا امروز ما نمیدیدیم که خیلی از غیر نظامیان از اونجا خارج بشن، قراره که مسیرهای بشردوستانه باز بشه و مردم بتونن از این شهرها خارج بشن. حالا باید ببینیم این اتفاق میفته یا دوباره جلوش گرفته میشه. ممنونم از تو تناز خامه از لویف در اوکراین همراه ما بود. نگاهی بندازیم به چند خبر کوتاه از گوشه و کنار جهان. ائتلاف نظامی به رهبری عربستان سعودی مواضع حوثی‌ها را در حدیده و صنعا هدف قرار داد. این ائتلاف اعلام کرد پهپادهایی را که حوثی‌ها از تأسیسات غیر نظامی یمن همچون فرودگاه صنعا و بندر حدیده برای حمله به تأسیسات نفتی عربستان سعودی می‌فرستادند هم هدف قرار داده است. این اقدام در واکنش به حمله حوثی‌های گسترده حوثی‌ها در روز جمعه به تأسیسات نفتی آرامکو در جده و سایر زیرساخت‌های غیر نظامی عربستان سعودی صورت گرفت. ممنونم از همراهیتون تا اینجا. سری بزنیم به دنیای ورزش دوباره با شما خواهم بود. بیننده و شنونده مجموعه خبر نیمروزی هستید. پیش از ادامه مروری کنیم بر سرخط خبرها. سخنان نمایندگان ایران و آمریکا در کنفرانس دوحه. کمال خرازی مشاور علی خامنه‌ای میگوید سپاه پاسداران باید از لیست گروه‌های تروریستی خارج شود. رابرت مالی نماینده آمریکا هم در واکنش گفت تحریم‌های سپاه پاسداران همچنان باقی خواهد ماند.
دیدار هماهنگ کننده مذاکرات وین و مذاکره کننده ارشد ایران در تهران، انریک مورا و علی باقری برای رفع آخرین موانع احیای برجام گفتگو کردند. مدیر مسئول کیهان هم در واکنش به سخنان وزیر خارجه ایران گفت امیر عبداللهیان امنیت کشور را برای توافق با آمریکا تاخت می‌زنند. حضور همزمان وزرای خارجه 4 کشور عربی و آمریکا در اسرائیل. وزرای خارجه آمریکا و اسرائیل میگویند از تبدیل شدن ایران به یک قدرت هسته‌ای جلوگیری می‌کنیم. سخنان جو بایدن در حضور پناهندگان اوکراینی در لهستان. پوتین یک قصاب است و نمیتواند در قدرت بماند. سخنگوی کرملین گفت ماندن یا نماندن پوتین در قدرت به مردم روسیه ارتباط دارد، نه بایدن. وزیر خارجه بریتانیا هم گفت در صورت عقب نشینی روسیه تحریم های این کشور میتواند لغو شود. با وجود توقف مذاکرات احیای برجام، رایزنی‌های بین‌المللی برای به سرانجام رسیدن مذاکرات هسته‌ای قدرت‌های جهانی با جمهوری اسلامی ادامه دارد. روز گذشته حسین امیر عبداللهیان تایید کرد رفع تحریم‌های سپاه پاسداران و خروج این نیروی نظامی از فهرست تروریستی یکی از خواست‌ها و خطوط قرمز جمهوری اسلامی در مذاکرات بوده است. امروز هم کمال خرازی رئیس شورای راهبردی روابط خارجی ایران در نشست دوحه گفت از خواست حذف نام سپاه پاسداران از فهرست گروه‌های تروریستی عقب نشینی نخواهند کرد. خرازی گفت در صورتی که ایالات متحده ارائه سیاسی از خود نشان دهد، توافق هسته‌ای بسیار نزدیک است. توافق قریب الوقوعه، اما به اراده سیاسی آمریکا بستگی داره. این آمریکا بود که از توافق خارج شد. سپاه پاسداران ارتش ملیه و ارتش ملی نمیتونه در فهرست گروه‌های تروریستی باشه و مسلماً این قابل قبول نیست. این مسئله برای ایرانی‌ها خیلی مهمه. رابرت مالی نماینده ویژه آمریکا در امور ایران درباره مذاکرات وین برای احیای برجام اعلام کرد صرف نظر از اینکه چه اتفاقی بیفتد، سپاه پاسداران تحت تحریم‌های واشنگتن باقی خواهد ماند. مالی در نشست دوحه گفت سپاه پاسداران بر اساس قانون آمریکا تحریم شده باقی خواهد ماند و دیدگاه ما نسبت به سپاه پاسداران مثل گذشته باقی می‌ماند. او اضافه کرد واشنگتن برای رسیدن به توافق هسته‌ای با ایران عجله نخواهد کرد. خیلی رک و راست بگم، من حس میکنم که تغییری در رویکرد کاخ سفید یا وزارت خارجه ایالات متحده درباره سرعت رسیدن به توافق به خاطر جنگ روسیه در اوکراین ایجاد شده باشه. میدونم که شاید تعجب کرده باشین. دغدغه ما این هست که توافق رو قبول کنیم اگر منافع ایالات متحده برآورده بشه، اگر نگرانی های ما برطرف بشه، اگر به نفع منافع ملی آمریکا باشه به توافق خواهیم رسید، وگرنه توافقی وجود نخواهد داشت. همکارم نیلوفر پور ابراهیم از پاریس همراه ماست. نیلوفر، خرازی گفته که امکان رسیدن به توافق به زودی وجود داره، اما رابرت مالی ابراز تردید کرده در این مورد. دلیل این اختلاف نظر چیه؟ بله، دقیقاً می‌بینیم که صحبت‌ها با هم فرق داره. ایران معتقده که امکان رسیدن به توافق وجود داره اگر که آمریکا حسن نیت نشون بده، و آمریکا هم میگه بیشتر از این نمیتونه امتیازی به ایران بده. البته صحبت‌های آقای مالی در مورد بحث خروج سپاه پاسداران از لیست فهرست گروه‌های تروریستی آمریکا کمی موضع آمریکا رو اینجا شفاف‌تر داره اعلام می‌کنه. آقای مالی به این اشاره می‌کنه که حتی اگر که این گروه از لیست گروه‌های تروریستی خارج بشه، اما همچنان تحریم‌های دیگه‌ای بر سپاه باقی میمونه که اونها برداشته نمیشه، چیزی که شاید احتمالاً ایران انتظار داره که اتفاق بیفته. و موضوع اختلاف، آقای مالی میگه اینکه می‌بینیم این موضوعات چقدر طول کشیده، موضوعات مورد اختلاف نشون دهنده مشکل بودن حل اونهاست، و به همین دلیله که او میگه خیلی اطمینان نداره که رسیدن به توافق قریب الوقوع باشه.
اونطور که آقای خرازی دقیقاً چند دقیقه قبل از او در همون اجلاس دوحه اعلام کرده بود. بنابراین باید ببینیم کار به چه شکل پیش میره. صحبت مشابهی رو آنتونی بلینکن هم در سفر خودش اعلام کرده بود، اینکه تحریم‌های بسیار زیادی علیه سپاه پاسداران در آمریکا وضع شده و این تغییری در موضع آمریکا ایجاد نمی‌کنه، ولی به نظر میرسه که آمریکا حالا با شرایطی که ایران هنوز اونها رو نپذیرفته آماده حذف نام سپاه پاسداران از لیست گروه‌های تروریستیه، ولی اینکه چه تعداد از تحریم‌های دیگه‌ای که وضع شده به غیر از اون تحریم رو حاضر برداره یا نه مشخص نیست. سفر انریکه مورا به تهران چقدر میتونه به حل اختلاف‌ها کمک بکنه؟ حداقل آقای مورا با این هدف داره میره که سعی بکنه به ایران بگه که فرصت زیادی باقی نمونده، توافق در خطر، اگر الان به توافق نرسن احتمال رسیدن به اون در ماه‌های آینده بسیار کمتر میشه و شاید دیگه باید این مذاکرات رو در واقع به نوعی بگیم به نتیجه نخواهد رسید و این بنبست به طور کامل دائمی خواهد شد. با این حال می‌بینیم که ابراز امیدواری‌های از طرف تیم ایرانی علی باقری کنی مثلا بعد از دیدارش با آقای مورا همچنان دیده میشه. بعد ببینیم آیا ایران پیشنهادهای جدیدی رو ارائه میده، آیا میپذیره درخواستهای انریکه مورا رو یا نه. اونطور که گفته میشه آقای مورا بعدش به واشنگتن میره برای گفتگو با مقامهای آمریکایی. اینکه چقدر این سفر میتونه حالا کارساز باشه هنوز نتیجهش میتونیم بگیم مشخص نیست. آقای مورا قرار در تهران تا دقایق دیگه احتمالاً با آقای امیر عبداللهیان هم دیدار بکنه. باید از نتایج صحبت‌های اونها در این جلسه در ساعت‌های آینده بیشتر بشنویم. ممنونم نیلوفر پور ابراهیم از پاریس همراه ما بودیم. جمشید فاروقی روزنامه‌نگار و کارشناس مسائل اروپا از کلن آلمان همراه ما هستند تا بیشتر به همین اخبار بپردازیم. آقای فاروقی، ابتدا به ابراز نظر کمال خرازی اشاره بکنیم که گفته خارج شدن سپاه پاسداران از لیست گروه‌های تروریستی یک ضرورت هست. آیا باید این رو در حقیقت موضع رسمی نظام تلقی بکنیم؟ به گمان من نه. ببینید، ما میدونیم که در جمهوری اسلامی تصمیم گیری در بیت رهبری و در محافل امنیتی صورت میگیره. ما بقی چه آنهایی که در عرصه رسانه فعالیت میکنن، چه آنان که به عنوان معاون و سخنگوی اینجا و آنجا فعالیت دارن، هر جمله آقای خرازی عملا به یک شکلی در جنگ رسانه‌ای و جنگ روانی حضور دارن. خیلی از صحبت‌هایی که میکنن مصرف داخلی داره. تصمیم گیری ها در بیت رهبری و محافل امنیتی در واقع اتخاذ شده و به باور من سیاستمدارها اگر به زبان شفاف صحبت بکنن حتما اصول سیاست رو نشناختن. سیاستمدارها عموما با دو یا سه زبان مختلف صحبت میکنن، بعد از لابلای صحبتهاشون موضوع رو شنید و متوجه شد. آقای امیر عبداللهیان به طور مشخص داره میگه که جمهوری اسلامی بر سر رفع تحریم ها از سپاه پاسداران آمادگی توافق با طرف مقابل رو داره و این به نظر من موضع رسمی جمهوری اسلامیه. از طرف دیگه رابرت مالی امروز تأکید کرد که تحریم ها علیه سپاه پاسداران برداشته نخواهد شد، اما خب همچنان سرنوشت خارج کردن این گروه نظامی از لیست گروه های تروریستی نامعلوم هستش. آیا میتونیم بگیم که توافقی به طور کل در این زمینه در حال شکل گیریه؟ آره، به باور من در حال شکل‌گیری هست و صحبت های آقای رابرت مالی هم دقیقا بر اساس همون الگویی که من گفتم. اگر با دقت توییتی که ایشون کرده رو بخونیم میبینیم که آقای رابرت مالی هم غیر مستقیم داره میگه که ما تعاریف مختلفی برای سپاه پاسداران قائل هستیم، یکیش این هست که یک سازمان تروریستیه. ما میدونیم که سپاه پاسداران الان ده ها ساله که نه فقط یک نهاد نظامیه، بلکه تبدیل شده به یک قدرت اقتصادی، سیاسی و امنیتی. آن چیزی که آقای مالی به طور مشخص داره میگه، میگه که ما سپاه رو به عنوان یک جریان امنیتی در لیست سازمانهای تروریستی حفظ خواهیم کرد. اما اونجایی که برمیگرده به مسائل اقتصادی که همون رفع تحریم‌های افراد حقیقی و حقوقی که آقای امیر عبداللهیان هم ازش صحبت کرده، در اونجا احتمالاً توافق خواهند کرد که بخشی از این تحریم‌ها رو بردارن و همین موضوعی که به باور من به نگرانی کشورهای منطقه دامن زده. چون وقتی که شما یک نهادی رو داشته باشید که هم اقتصادی باشه، هم امنیتی، هم نظامی و هم سیاسی، اینکه این پولی که از منظر اقتصادی دریافت
میکنن رو صرف چه مصارف دیگه ای خواهد کرد از همون ابتدا نگران کننده است. و آیا میتونیم بگیم که دلیل خوشبینی جمهوری اسلامی هم همین هست، چون میگه توافق نزدیکه؟ به باور من جمهوری اسلامی این رو متوجه شده که اگر الان به توافق نرسن براشون خیلی خیلی دشوار خواهد شد. افزون بر اون شرایط الان به سود جمهوری اسلامی هست، چون عملا جمهوری اسلامی از چرخه تامین انرژی جهان خارج شده بود. الان با توجه به شرایطی که در منطقه حاکم است و بخصوص به خاطر بحران اوکراین، به نظر من جمهوری اسلامی الان امید بسته که از طریق بازگشت به چرخه تامین انرژی در جهان بتونه سهم بیشتری رو در بازارهای انرژی به عهده بگیره و بتونه تحریم‌های بیشتری رو در همین رابطه لغو کنه. ممنونم. جمشید فاروقی، تحلیلگر مسائل سیاسی از کلن همراه ما بودید. نگاهی بندازیم به چند خبر کوتاه از ایران. علی اکبر سیارمه، مشاور عالی کانون انجمنهای صنفی کارگران ایران، نسبت به رعایت نشدن حقوق کارگران هشدار داد. او با اشاره به افزایش دستمزد حقوق کارگران گفت همچنان به مسائل کارگران به صورت ریشه‌ای نگاه نمی شود و کارفرمایان با ایجاد شرایط ترس و ارعاب شرایط خود را به کارگران تحمیل می کنند. در همین حال کارگران پیمانکاری واحد نگهداری ابنیه فنی راه آهن از مدیریت راه آهن خواستار پرداخت معوقات و بیمه خود در سال جدید شدند. مراد تاهباز، زندانی ستابعیتی ایرانی آمریکایی بریتانیایی، در هفتمین روز اعتصاب قضای خود به سر می‌برد. خانواده او نسبت به نامشخص بودن وضعیت این زندانی ابراز نگرانی کردند. تاهباز عضو هیئت مدیره و از بنیانگذاران مؤسسه حیات وحش پارسیان است که از بهمن سال 1396 در بازداشت به سر می‌برد. تاهباز مبتلا به سرطان است و دو بار در زندان به کرونا مبتلا شده است. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی در واکنش به انتقاد آمریکا از حضور سپاه در نمایشگاه نظامی دوحه، شرکت این نهاد را به عنوان یکی از ارکان دفاعی نظام یک امر بدیهی دانست. به گفته سعید خطیب‌زاده، حضور فعال سپاه و نمایش دستاوردهایش به کشورهای دوست و همسایه بدیهی است و انتشار بیانیه انتقادی آمریکا در این خصوص منجر به بی‌اعتباری بیشتر مقامات واشنگتن شده. پیشتر وزارت خارجه آمریکا از حضور مقام‌های نظامی سپاه در نمایشگاه نظامی دوحه و در مجاورت غرفه ایالات متحده ابراز ناراحتی و نگرانی کرده بود. احمد شیرانی، رئیس مرکز کنترل ترافیک پلیس راهنمایی و رانندگی، اعلام کرد از آغاز مسافرت‌های نوروزی امسال 486 نفر در تصادفات جان باختند. پلیس راهنمایی و رانندگی پیشتر اعلام کرده بود در هر ساعت 2 فوتی و 29 مجروح در تصادفات جاده ایران ثبت می‌شود. تا دقایق دیگر و بعد از استراحتی کوتاه به سفر انریکه مورا، هماهنگ کننده اروپایی گفتگوهای احیای برجام، به تهران می‌پردازیم. همزمان مدیر مسئول روزنامه کیهان از وزیر خارجه ایران انتقاد کرد و گفت او فاقد اشراف کافی بر حوزه سیاست خارجی است. بیننده و شنونده مجموع خبر نیمروزی هستید. پیش از ادامه مروری کنیم بر سرخط خبرها. سخنان نمایندگان ایران و آمریکا در کنفرانس دوحه. کمال خرازی، مشاور علی خامنه‌ای، میگوید سپاه پاسداران باید از لیست گروه‌های تروریستی خارج شود. رابرت مالی، نماینده آمریکا، هم در واکنش گفت تحریم‌های سپاه پاسداران همچنان باقی خواهد ماند. دیدار هماهنگ کننده مذاکرات وین و مذاکره کننده ارشد ایران در تهران. انریک مورا و علی باقری برای رفع آخرین موانع احیای برجام گفتگو کردند. مدیر مسئول کیهان هم در واکنش به سخنان وزیر خارجه ایران گفت امیر عبداللهیان امنیت کشور را برای توافق با آمریکا تاخت می‌زند. حضور همزمان وزرای خارجه 4 کشور عربی و آمریکا در اسرائیل. وزرای خارجه آمریکا و اسرائیل میگویند از تبدیل شدن ایران به یک قدرت هسته‌ای جلوگیری می‌کنیم.
و سخنان جو بایدن در حضور پناهندگان اوکراینی در لهستان. پوتین یک قصاب است و نمیتواند در قدرت بماند. سخنگوی کرملین گفت ماندن یا نماندن پوتین در قدرت به مردم روسیه ارتباط دارد، نه بایدن. وزیر خارجه بریتانیا هم گفت در صورت عقب نشینی روسیه تحریم های این کشور میتواند لغو شود. انریکه مورا، هماهنگ کننده اروپایی گفتگوهای احیای برجام، امروز در تهران با علی باقری کنی، مذاکره کننده ارشد جمهوری اسلامی در مذاکرات هسته‌ای دیدار کرد. به گزارش ایرنا، در این نشست طرفین در مورد موضوعات باقی مانده به رایزنی پرداختند. علی باقری کنی پس از این دیدار گفت در صورتی که طرف آمریکایی از واقع‌گرایی برخوردار باشد، میتوان به توافق دست یافت. قرار است مورا پس از پایان سفرش به تهران، راهی واشنگتن، پایتخت آمریکا شود. حسین امیرعبداللهیان، وزیر خارجه دولت ابراهیم رئیسی، در واکنش به سخنان مدیر مسئول کیهان نسبت به اظهاراتش درباره سپاه گفت برداشت نادرستی از سخنانش شده. او در پست اینستاگرامی نوشت موضوع عبور یا مصالحه بر سر خطوط قرمز نیست و آنچه گفته شد رویکرد فرماندهان عالی است. امیرعبداللهیان در مصاحبه‌ای گفته بود فرماندهان سپاه به او گفتند موضوع سپاه نباید مانعی برای رسیدن به توافق هسته‌ای باشد. حسین شریعت‌مداری هم گفت سخنان امیرعبداللهیان نشان می‌دهد او فاقد اشراف کافی در حوزه سیاست خارجی است. گزارش رکسانا خیرکار درباره آخرین تحولات پرونده هسته‌ای ایران رو با هم ببینیم. بنده عرض می‌کنم که برجام یه جسدیه. حجمه حسین شریعت مداری به حسین امیر عبداللهیان. مدیر روزنامه کیهان وزیر امور خارجه را به تسلیم شدن و تاخ زدن سپاه با آمریکا با هدف دستیابی به توافق هسته‌ای متهم کرد. ماجرا از آنجا آغاز شد که امیر عبداللهیان در مصاحبه تلویزیونی گفت حصول توافق اتمی نزدیک و لغو تحریم‌های سپاه از موضوعات اصلی در مذاکرات است. او همچنین از پیشنهاد فرماندهان سپاه برای نادیده گرفتن اصرار جمهوری اسلامی در حذف نام سپاه پاسداران از لیست تروریستی با عنوان از خودگذشتگی این نهاد وابسته به رهبری یاد کرد. البته مقامات عالی رتبه سپاه در کشور به ما در وزارت امور خارجه یک نکته‌ای را همواره یادآوری می‌کنند و اونها میگن که شما در راستای منافع کشور هر اون چیزی که لازم است انجام بدید و اگر به نقطه ای رسیدید که موضوع سپاه مطرح بود، موضوع سپاه نباید مانعی برای شما باشه. این رو میگن به نظر من در واقع به نوعی مقامات عالی سپاه دارن از خودگذشتگی نشون میدن و ایثارگری خودشونو به حد اعلا میرسونن. این سخنان وزیر خارجه خشم و عصبانیت حسین شریعت مداری را در پی داشت. مدیر روزنامه کیهان در گفتگو با خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران گفت سخنان وزیر امور خارجه کشور می تواند به این موضوع دامن بزند که او از اشراف کافی بر موضوعات جاری در حوزه مسئولیتش برخوردار نیست. شریعت مداری گفته انتساب این سخنان به سپاه پاسداران با ویژگی های فرماندهان این نهاد همخوانی ندارد و برداشت وزیر خارجه به یقین خطاست. همه شما رو مشمول الطاف ویژه خود و هدایت های ویژه خود قرار بدهد. شریعت مداری همچنین فرماندهان سپاه را به مقابله با این نظر وزارت خارجه فراخوانده و گفته آنها باید در این باره موضع بگیرند. همه اینها در حالی است که قرار است انریکه مورا، معاون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، امروز در تهران با مقامات جمهوری اسلامی دیدار و گفتگو داشته باشد. دیداری که شاید در نهایت بتواند گره کور این گفتگوها را باز کند. اگرچه در چنین شرایطی معلوم نیست انریکه مورا در تهران باید نظرات وزارت خارجه را دیدگاه تهران بداند یا نظرات شریعت مداری را. جوزف بورل رئیس سیاست خارجه اتحادیه اروپا هم شنبه شب در حاشیه نشستی در دوحه قطر ابراز امیدواری کرد که حصول توافق نزدیک است. اکنون ما به توافق بسیار نزدیک هستیم و امیدوارم این امر امکان پذیر شود. در حال حاضر ما در حال بحث پیرامون موضوعاتی هستیم که هیچ ربطی به برنامه هسته‌ای ایران ندارد.
از سوی دیگر رابرت مالی نماینده ویژه آمریکا در امور ایران و وزیر خارجه عربستان هم طی دیداری درباره برنامه هسته‌ای ایران، مذاکرات احیای برجام و حمایت جمهوری اسلامی از شبه نظامیان در منطقه گفتگو کردند. آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه ایالات متحده هم به اسرائیل رفته تا امروز با شرکت در نشست اعضای پیمان ابراهیم درباره توافق احتمالی با ایران گفتگو کند. پیشتر هم نشست چهار جانبه اردن، امارات، مصر و عراق و نشست سه جانبه در شرم الشیخ با حضور رهبران مصر، اسرائیل و امارات برگزار شده. نشستی که گفته شده درباره تحولات منطقه‌ای و احتمال خروج سپاه پاسداران از فهرست سازمان‌های تروریستی بوده. نشست‌هایی که با حملات حوثی‌های تحت حمایت ایران به تأسیسات نفتی عربستان همراه شده و نشان از رشد فزاینده نگرانی‌های امنیتی در منطقه را دارد. رکسانا خیرکار، واشنگتن. رضا علیجانی تحلیلگر و فعال سیاسی از پاریس همراه ما هستند. آقای علیجانی، ابتدا بپردازیم به همین اختلاف بین مدیر مسئول روزنامه کیهان و وزیر امور خارجه ایران. مبنای این اختلاف رو شما چه میدونید؟ آیا میتونیم بگیم که ناشی از همین موضوع است که آقای امیر عبداللهیان میگه متن توافق آماده شده و توافق نزدیک هست؟ با سلام. با توجه به اینکه ما اطلاعات کافی در مورد مفاد مذاکرات نداریم، یه مقدار باید محتاطانه تر نظر بدیم راجع به مسائل پیرامون مذاکرات. اما اون چیزی که به نظر میرسه، جمهوری اسلامی داره مقدمه چینی میکنه، یعنی اون بخش غالبش، یعنی آقای خامنه‌ای و بیت و کلا آقای خامنه‌ای هم میره پشت شورای امنیت ملی قایم میشه این دفعه، که در واقع یه چرخشی رو که داره انجام میده توجیه بکنه. یعنی از اون خواسته های اولیش که حداکثری بوده، رفع تحریم ها، راستی آزمایی تحریم ها، داره کوتاه میاد و داره برای یک توافق کم در برابر کم توجیه سازی میکنه. البته داره مخالفتش رو هم با ورود به برجام دو نشون میده. ما میدونیم رو بحث سپاه پاسداران دو تا مسئله است. یکی تحریم های گسترده سپاه، این دو تا اصلا تفاوت دارن. یکی وجود اسم سپاه تو لیست تروریستا، میتونه یکیش مثلا از لیست تروریستا به نحوی برداشته بشه ولی همه تحریم ها بمونه، یا بالعکس بخشی از تحریم ها حالا نسبتا حذف بشه ولی اسمش باقی بمونه. این به اصطلاح پیچیدگی رو حالا ما تو مذاکرات و در اظهار نظرهای طرفین میبینیم. جمهوری اسلامی هم الان دو تا مشکل داره. یه مشکل این هست که بین یک رهبر چریکی و انقلابی با کشورمندی و کشورداری و دولت مردی که همیشه بین این دو تا به اصطلاح بازی کرده، شما خبرهای و تحلیل‌های رسانه‌های ولایی رو توی این چند ماه ببینی یا حتی میشه گفت چند سال ببین، اصلا انگار اینا یه گروه چریکی در کشورهای عربی هستند. یمن چیکار کرد؟ لبنان چی شد؟ پارلمان عراق انتخاباتش برگزار شد یا نشد؟ یعنی سیاست داخلی پاورقی سیاست خارجیه. این نگاه چریکی و انقلابی و اینا هست. از طرفی هم دولت مردم باید کشور رو اداره بکنن. مشکل دومیشون یه دست شدن حکومتی دیگه، نمیتونن اون شورای انقلابی رو بگن ما هستیم، اون سازش‌ها و چرخش‌ها رو بگن دولت مثلا اعتدالی اصلاح طلب است. بنابراین اینجا من فکر میکنم امیر عبداللهیان داره میگه که ما حاضریم کم در برابر کم توافق بکنیم، وارد برجام دو نشیم، چون اونا گفتن بایستی وارد برجام دو بشین، تعهداتی در اون منطقه بدید. اینا گفتن ما نه، یه نامه میدیم، حالا یه انشایی می‌نویسیم که خب مورد قبول غربیا نیست، بنابراین شما هم کم به ما بدید. حالا این کم معلوم نیست چیه، ما اطلاع نداریم. مثلا یه جوری سمبولیک اسم سپاه از لیست تروریستی بردارن، یا نه اونجا بذارن بمونه یه بخشی از تحریماشو بردارن. ولی فروختن این به افکار عمومی داخلی خود دشواره، که آقای امیر عبداللهیان داره این رو به عنوان ایثار و فداکاری سپاه به اصطلاح اسم گذاری میکنه، که خوب این فریبکاری اصلا سپاه و بیت و اینا کلن اینا مدیرای پیشبرد مذاکرات هستن. من فکر میکنم این مقدمه چینی و توجیهی است برای یه سری هوادارای چشم بسته و گوش بسته که مثلا سپاه هم دیگه نهایتاً ایثار کرد و ما رفتیم تحریم ها رو لغو بکنیم. الان هم سه دسته مخالفن. یه دسته اون آدمای جزمندیشی که هنوز توهمات ضد آمریکایی دارن، هنوز اون پسونک ضد امپریالیستی و ضد آمریکایی از دهنشون نگرفتن. دوم کسایی که منافع دارن. سومم نفوذ روس و نفوذی‌های روس
آقای حسین شریعت مداری یک تلفیق از اولیه سومی است، یعنی همون جزمندیش باعث شده که به روسیه تکیه بده. درجه میتونیم بگیم که حرفهایی که آقای شریعت مداری میزنه در حقیقت باساب نگاه روسیه به مذاکرات برجامه؟ مشترک با اون نگاه. ببین آقای شریعت مداری حالا جدا از سوابق سرکوبگری و توجیهگری شکنجه و طراحی شکنجه که در سیاست داخلی داره، این تخریبگری هم علیه منافع ملت ایران در سیاست خارجی داره، ناشی از یه نوع جزمیت ها و توهم های ضد آمریکایی و اینا که خب مال دهه های گذشته است و همچنان مونده و یک توجیه هم برای مشروعیت نظام بوده. این نگاه در ادامش به روسگرایی میرسه، حالا چه منافع داشته باشه چه نداشته باشه، چه نفوذی باشه چه نباشه، ولی تحت نفوذ تحلیل های روسیه است. الان روسیه در این که این به توافق نرسه یا به حداقل ممکن برسه منافع زیادی داره. آقای سفروف گفت به 13 دلیل ما از این که بین ایران و آمریکا تنش باشه دفاع میکنیم و اینو به نفع منافع روسیه میدونیم. بنابراین اگر خیلی کوتاه بفرمایید، چقدر توافق بین ایران و آمریکا به خواست مسکو بستگی داره؟ من فکر میکنم نقش مسکو خیلی حاشیه‌ای باشه، یعنی از طریق نفوذش یا نفوذی هاش در سیاست ایران. من مشکل اصلی من فکر میکنم تو بیت آقای خامنه‌ای و سیاست های آقای خامنه‌ای است. آقای خامنه‌ای الان در وضعیت دشواری قرار گرفته، از یک طرف شعارهای حداکثری داده، 9 تا دلیل علیه برجام گذاشته زمین، حالا میخوام برن یه چیزی تو همون کلاس برجام و یه جایی پایین‌تر از برجام و طریق دولت تحت نظر خودش امضا بکنن. ما این هست که میبینیم آقای خامنه‌ای سکوت کرده، به جز این جملاتی که یه مقدار راه رو باز کرد تعامل با آمریکا، حتی اون جملات تجلیل آمیز راجب ظریف رو راجب هیئت مذاکره کننده کنونی به کار نبرده. بعدن هم آقای خامنه‌ای برای این بندبازی سیاسیش دشواری خواهد داشت، ولی این کشمکش ها رو ما بین سیاست رسمی نظام و کسانی که تو اون سه دسته هستن همچنان میبینیم. ممنونم از توضیحاتتون. رضا علیجانی تحلیلگر و فعال سیاسی از پاریس همراه ما بودید. این روزها مجسمه‌های نصب شده در سطح شهرها بین کاربران شبکه‌های اجتماعی بحث برانگیز شده و واکنش‌های زیادی به همراه داشته. نوشین خانی اینجا همراه ماست تا بیشتر از او بشنویم. در این رابطه نوشین، ماجرای این مجسمه‌ها خیلی خبرساز شده. آره، همونطور که تو اشاره کردی، انتشار عکس دو مجسمه در سطح شهر، یکی در گرگان و تهران، خیلی خبرساز شده، بین کاربرها بحث برانگیز بوده و واکنش زیادی هم به همراه داشته. یکی از این مجسمه‌ها در شهر گرگان که شاید خیلی‌ها عکسش رو دیدن، یک مجسمه زنی که ساق پاش کمی بیرونه و در نهایت بعد از یک حجم زیادی از اعتراض و واکنش این مجسمه جمع‌آوری شد تا اصلاح شه و دوباره سر جاش برگرده. اما مجسمه بعدی که در تهران مربوط به یک موتور سوار با 5 سرنشینه که اگه موافقی بریم جزئیات بیشترش رو با هم مرور کنیم. یکی از مجسمه ها که بین کاربران بازتاب داشته، تصویری از یک موتور سوار با 5 سرنشینه که در خیابون بهار تهران و کاربرها معتقدند این اثر در حمایت از طرح فرزندآوری ساخته و نصب شده. عباس عبدی در واکنش به مجسمه موتور سوار نوشته این که دنبال افزایش فرزند هستند ایرادی نداره، مسئله اینه که چنین مجسمه در اونجا به طور قطع ضد تبلیغ و علیه فرزندآوریه. طراح یا متوجه بوده که ضد فرزندآوری طرح داده یا کلن فاقد شناخت و فهم هنری بوده. گروهی از کاربرها به این موضوع اشاره کردند که این مجسمه بدآموزی داره و بیشتر یادآور فقر و شرایط بد اقتصادی و معیشتیه. کاربری به نام آزاده نوشته واقعا این مجسمه رو برای تشویق به فرزندآوری نصب کردین، این فقط فقر و بدبختی رو داره پررنگ تر نشون میده. چند تا بچه سوار یه موتور با 1000 تا خطر سر راهشون. آزاده میپرسه واقعا اگه یه بچه روی این موتور بود این خانواده راحت‌تر و شادتر نبودن؟ یه کاربر دیگه هم میگه اگه مردم عین این حرکت رو انجام بدن، هم موتور توقیف میشه و دست پدر میمونه تو پوست گردو و هم کلی هزینه برای آزاد کردنش رو دست خانواده میفته. همینقدر هیچیمون به هم نمیخوره. واقعیت تفکر مردم قانون و مجسمه.
آزاده مختاری هم با طرح این سوال که آیا این روش درست موتور سواریه نوشته انگار موتور رفته تو گل گیر کرده و پدره داره به خودش و همه بد و بیراه میگه و بچه آخری رو جایی گذاشتن که انگار در اولین دست انداز میفته. اما نصب این مجسمه در شهر گرگان هم بازتاب زیادی داشت و در پی اعتراض گروهی از کاربران طرفدار حکومت و رسانه‌های نزدیک به سپاه نسبت به کوتاه بودن شلوار و مشخص بودن مچ پای مجسمه زن، دادستانی گلستان دستور جمع‌آوری اون رو صادر کرد تا اصلاحات صورت بگیره و دوباره نصب شه. کاربران شبکه‌های اجتماعی اما در اعتراض به این اتفاق با هشتگ حجاب و مجسمه بد حجاب به این موضوع واکنش نشون دادن. کاربری با کنایه نوشته در ایران حتی مجسمه ها هم مشمول گشت ارشاد میشن. یکی از کاربرها هم با اشاره به آستانه تحریک پذیری جنسی نوشته ساق پای مجسمه زن در گرگان چنان برخی رو تحریک کرده که دادستان ورود کرده و دستور قلع و قمع اون رو داده، ولی اینکه آستانه تحریک برخی چنان پایین اومده که ساق پای مجسمه زنی اونها رو به گناه میندازه بیشتر یک بیماریه. البته عزیزان طالب هم سر مانکنها رو بریدن. کاربر دیگه هم نوشته رژیمی که از ساق پای مجسمه سنگی یک زن وحشت داره دیگه ببینین وحشتش از مردم چه انداز است. بعد با نورافشانی 4 تروریست حوثی میخواد مردم رو بترسونه در حالی که خود رژیم وحشت بزرگی از مردم داره و مردم رو اولین دشمن خودش میدونه. اما کاربری که موافق جمع‌آوری این مجسمه بوده میگه این مجسمه ترویج فرهنگ بدحجابی رو داشت عادی سازی میکرد و هر مجسمه‌ای که بخواد به فرهنگ اسلامی جامعه شهر دارالمؤمنین ضربه بزنه باید شکستشه. و در نهایت هم کاربری نوشت کسی که با دیدن ساق پای یک مجسمه تحریک بشه وحشیه و خطرناک برای زنان و دختران، باید با تکیه بر قانون پیشگیری از بروز جرم در زندان و تیمارستان با تدابیر شدید امنیتی تا ابد بمونه. چنین موجوداتی چقدر وحشتناک و خطرناک هستند و البته جمهوری اسلامی کورس رقابت با طالبان هم گذاشته. در ادامه هم برمیگردم به فرهناز. ممنونم از نوشین که اینجا همراه ما بودید. در ادامه مجموعه خبر امروزی و تا دقایق دیگر به جنگ در اوکراین می‌پردازیم. ارتش روسیه شهر لویو در نزدیکی مرز لهستان را هدف حملات موشکی قرار داد. بیننده و شنونده مجموعه خبر امروزی هستید. پیش از ادامه مروری کنیم بر سرخط خبرها. سخنان نمایندگان ایران و آمریکا در کنفرانس دوحه. کمال خرازی میگوید سپاه پاسداران باید از لیست گروه‌های تروریستی خارج شود. رابرت مالی نماینده آمریکا هم در واکنش گفت تحریم‌های سپاه پاسداران همچنان باقی خواهد ماند. گفتگوی انریک مورا و علی باقری برای رفع آخرین موانع احیای برجام. مدیر مسئول کیهان هم در واکنش به سخنان وزیر خارجه ایران گفت امیر عبداللهیان امنیت کشور را برای توافق با آمریکا تاخت می‌زند. امیر عبداللهیان گفت برداشت رسانه‌ها از سخنانش درباره سپاه پاسداران نادرست است. حضور همزمان وزرای خارجه 4 کشور عربی و آمریکا در اسرائیل. وزرای خارجه آمریکا و اسرائیل میگویند از تبدیل شدن ایران به یک قدرت هسته‌ای جلوگیری می‌کنیم. سخنان جو بایدن در حضور پناهندگان اوکراینی در لهستان. پوتین یک قصاب است و نمی‌تواند در قدرت بماند. سخنگوی کرملین گفت ماندن یا نماندن پوتین در قدرت به مردم روسیه ارتباط دارد نه بایدن. وزیر خارجه بریتانیا هم گفته در صورت عقب نشینی روسیه تحریم‌های این کشور می‌تواند لغو شود. برای نخستین بار وزرای خارجه 4 کشور عربی در نشست 6 جانبه نگف با همتایان آمریکایی و اسرائیلی خود در اسرائیل گرد هم می‌آیند تا در کنفرانسی شرکت کنند که محور اصلی آن ایران است. وزیران خارجه مراکش، مصر، امارات متحده عربی و بحرین 4 کشور عربی حاضر در این نشست هستند. علاوه بر ایران، موضوع حمله روسیه به اوکراین هم از محورهای اصلی این نشست غیر رسمی است. با این حال رادیوی ملی اسرائیل به نقل از یک مقام این کشور گزارش داد هدف اصلی این نشست تشکیل جبهه واحد علیه ایران است.
وزیر خارجه اسرائیل در یک نشست خبری به همراه وزیر خارجه آمریکا گفت ایران تنها مسئله اسرائیل نبوده، بلکه مسئله جهان است. یائیر لاپید گفت ایران نمیتواند ترور را به تمام جهان صادر کند. او اضافه کرد اسرائیل بر سر توافق هسته‌ای با شریکش آمریکا اختلاف نظر دارد، اما این اختلاف‌ها از طریق گفتگوهای مستمر مدیریت خواهند شد. وزیر امور خارجه آمریکا هم گفت دو کشور مصمم هستند که ایران تحت هیچ شرایطی به سلاح هسته‌ای دست پیدا نکند. آنتونی بلینکن گفت در صورت دست نیافتن به توافق با ایران، دو کشور آمریکا و اسرائیل برای جلوگیری از پیشرفت برنامه هسته‌ای ایران تلاش و همکاری خواهند کرد. ایران is not an Israeli problem. ایران مشکل اسرائیل نیست. جهان نمیتواند یک ایران هسته‌ای را بپذیرد. جهان نمیتواند بپذیرد سپاه پاسداران ترور را در سراسر دنیا گسترش دهد. ما در مورد توافق هسته‌ای و عواقب آن اختلاف نظرهایی داریم، ولی گفتگوی باز و صادقانه بخشی از دوستی ماست. اسرائیل و ایالات متحده برای جلوگیری از هسته‌ای شدن ایران به همکاری خود ادامه خواهند داد. همزمان اسرائیل هر کاری که برای توقف برنامه هسته‌ای ایران لازم باشد انجام خواهد داد. هر کاری. به نظر ما خطر ایران تئوری نیست. ایران می‌خواهد اسرائیل را نابود کند. آنها موفق نخواهند شد. ما به آنها اجازه نخواهیم داد. جعفر هاشمی، حقوقدان و پژوهشگر مسائل خاورمیانه از بریتانیا همراه ما هستن. آقای هاشمی، صحبت‌های بلینکن و یائیر لاپید نشون میده که هر دو کشور آمریکا و اسرائیل خواستار این هستن که خب ایران هسته‌ای نشه، اما بر روی روش مقابله با همدیگه ظاهراً اختلاف نظرهایی دارن. آیا این اختلاف سبب میشه که اسرائیل و کشورهای عربی مسیر جداگانه‌ای رو از آمریکا پیش ببرن؟ با سلام و عرض ادب. ببینید، بحث هسته‌ای شدن ایران تنها مشکل اسرائیل و کشورهای منطقه نیست. این یک معضلی است که حتی کشورهایی که به ایران نزدیک هستند، مثل چین، روسیه و سایر کشورهای عربی که هم خیلی روابط خیلی خوبی با ایران دارن، و هم نگران این موضوع هستند. از این رو این نمیتونه یک موضوع بسیار بسیار مهمی برای بحث و حدیث الان قرار بگیره. الان معضل منطقه بیشتر دخالت‌های ایران، برنامه موشکی ایران و حتی رفتارهایی که ایالات متحده آمریکا الان مدعی هست و نمیخواد اجازه بده به ایران به یک کشور هسته‌ای تبدیل بشه، اما با چه قیمتی؟ با این قیمت که دست ایران رو در منطقه باز بکنه، نگاهی به برنامه موشکیش نداشته باشه، سپاه پاسداران رو از لیست تحریم‌ها و تروریست رو در واقع رفع بکنه. و این بدین معنی است که این اقدامات هیچ نتیجه مثبتی برای این کشورها نخواهد داشت. ولی اینکه در واقع اینکه اختلاف ها هست، بله اختلاف ها بسیار شدید هست و به حد شکاف بین این کشورها رسیده و حتی برخی از این کشورها خودشون به صورت جداگانه به دنبال در واقع یک سر راهکارهایی رفتن جهت مقابله با این تهدیدها. اما از سوی دیگه نزدیکی روابط کشورهای عربی با اسرائیل آیا میتونه منجر به همکاری‌های نظامی اونها علیه جمهوری اسلامی بشه؟ من خواهش من اینه که هر گونه ائتلافی که در منطقه میخواد تشکیل بشه بدون لحاظ جایگاه و اهمیت عربستان سعودی اون نمیتونه موفق بشه. و با توجه به اینکه الان سیاست خارجی عربستان با ایالات متحده آمریکا زاویه پیدا کرده و همچنین معضلی وجود داره، کنار بودن عربستان در کنار اسرائیل منوط به اینو دانستن که اسرائیل اقداماتی در راستای حل و فصل موضوع فلسطین داشته باشه که به نظر نمیرسه که چنین اقدام‌ها حداقل در یک چشم‌انداز نزدیک ما شاهدش باشیم. از این رو این ائتلاف اگر میخواد تشکیل بشه و بدون لحاظ کشوری مثل عربستان، نمیگم محکوم به شکسته، ولی آیا این که به حدی برسه که بتواند یک ائتلاف نظامی باشه در این سطح که بتواند تهدید نظامی یا در واقع در راستای مقابله با تهدیدهای نظامی ایران تبدیل بشه، بعید به نظر میرسه که بتوانند چنین ائتلافی تشکیل بدن. اما اینکه یک ائتلاف سیاسی در راستای
فشار وارد ساختن به ایران یا اینکه تبادل اطلاعاتی و اطلاعات نظامی و مسائل تجسس به این مسائل در این حوزه باشه. بله ممکنه چنین وقتی ما شاهدش باشیم. ممنونم. جعفر هاشمی پژوهشگر مسائل خاورمیانه همراه ما بودید. در ادامه حملات موشکی روسیه به شهرهای اوکراین، روز گذشته شهر لویو در غرب اوکراین هدف حملات موشکی قرار گرفت. فرماندار این منطقه با اعلام این خبر گفت این موشک‌ها به مخازن سوخت و کارخانه‌های نظامی اصابت کرده که به زخمی شدن 5 نفر منجر شد. لویو مقصد هزاران پناهجوی اوکراینی است که سعی می‌کنند از مناطق جنگ زده به خارج از اوکراین بروند. لیز تراس وزیر خارجه بریتانیا میگوید در صورت خروج روسیه از اوکراین و متعهد شدن به پایان دادن به تجاوز نظامی، تحریم‌های اعمال شده علیه افراد و شرکت‌های روسی ممکن است لغو شود. با این حال لیز تراس تاکید کرد امکان اهرم ماشه و بازگشت سریع تحریم‌ها در صورت تهاجم دوباره پابرجا می‌ماند. دولت بریتانیا میگوید تا کنون حدود 658 میلیارد دلار از دارایی‌های بانک‌های روسیه و حدود 198 میلیارد دلار از دارایی‌های اولیگارش‌ها و اعضای خانواده‌هایشان را تحریم کرده است. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا در سخنرانی خود در ورشو پایتخت لهستان گفت ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه نمیتواند بر مسند قدرت بماند. از سوی دیگر او در حاشیه سفرش به اوکراین پوتین را یک قصاب نامید. صرفاً هیچ توجیهی برای انتخاب گزینه جنگ از سوی روسیه وجود نداره. زورگویی وحشیانه و ارائه اطلاعات نادرست برای ارضای میل به قدرت مطلق و کنترل یکی از قدیمی ترین غریزه های انسانیه. این یک چالش مستقیم برای نظم بین المللی مبتنی بر قانون است که از پایان جنگ جهانی دوم ایجاد شده. تحریم‌های بین‌المللی توانایی روسیه برای تقویت ارتش خود و قدرت نمایی را از بین می‌برد و این ولادیمیر پوتین است که مقصر است. اوکراین هرگز یک پیروزی برای روسیه نخواهد بود، زیرا مردم آزاد از زندگی در دنیای ناامیدی و تاریکی امتناع می‌کنند. ما آینده‌ای متفاوت خواهیم داشت، آینده‌ای روشن‌تر که ریشه در دموکراسی، امید، نور، نجابت و کرامت و آزادی و امکانات دارد. محض رضای خدا این مرد نمیتواند در قدرت باقی بماند. در واکنش به این اظهارات پوتین سخنگوی کرملین گفت اینکه چه کسی در روسیه در قدرت باشد به بایدن ربطی ندارد و این انتخاب با مردم روسیه است. از سوی دیگر کمی پس از پایان سخنرانی بایدن کاخ سفید در بیانیه اعلام کرد ایالات متحده به دنبال تغییر رژیم در روسیه نیست. هوشنگ حسنیاری تحلیلگر مسائل نظامی همراه ما هستن. آقای حسنیاری، به همین موضوع فرضیم که جو بایدن در حقیقت پوتین رو یک قصابی معرفی کرده که باید از قدرت کنار بره، حالا با اینکه کاخ سفید به نوعی این موضوع رو در حقیقت گفتش که اینطور نیست، اما آیا کنار رفتن پوتین از قدرت راه حلیه که آمریکا به دنبالشه؟ به نظر من این خواسته آمریکا هست، برای راه حلی نیست که آمریکا به دنبال اون باشه، به خاطر اینکه آمریکا به روشنی میدونه و به پرزیدنت بایدن همچنین که چنین خواسته ای نمیتواند جامعه عمل بپوشونه، به خاطر اینکه تا زمانی که پوتین به وسیله ژنرال هایی که اطراف اون هستن همچنان حمایت میشه، انتظار کنار گذاشتن اون نمیره. هرچند که وضعیت پوتین در داخل روسیه به خاطر اعمال تحریم‌های شدید غرب و مشکلات بسیار جدی که برای مردم پیش آوردن این تحریم‌ها وضعیت متزلزل‌تری نسبت به گذشته پیدا کرده و هرچقدر که مردم روسیه اطلاعات بیشتری در مورد واقعیت جنگ به دست بیارن، از محبوبیت پوتین کاسته خواهد شد، ولی این بدان معنا نیست که فردا شاهد یک کودتای خواهیم بود علیه پوتین، هرچند که چون این کودتای میتونه هم بسیاری از مردم اوکراین رو نجات بده از کشته شدن توسط موشک‌های روسیه و هم روسیه رو وارد یک دنیای دیگری بکنه و در نتیجه اون نظم بین‌المللی رو که با حمله به کریمه در سال 2014 و حال به تمامی موجودیت تمامی
اوکراین هم شده، این میتونه این نظم رو به شکل دیگری رقم بزنه. بنابراین باید دیدید که عاقبت این جنگ چه خواهد شد و تا حد زیادی میشود گفت که سرنوشت پوتین به عاقبت جنگ بسته است. از طرف دیگه وزیر خارجه بریتانیا گفته اگر روسیه عقب نشینی بکنه از اوکراین، تحریم‌ها علیه این کشور لغو خواهد شد. آیا میتونیم بگیم این صحبت‌های لیستراس در حقیقت آغازی برای شروع گفتگوهای دیپلماتیک بین روسیه و غرب؟ به نظر من این گفته‌ها نه مورد پسند روس‌ها هستند و نه مورد پسند اوکراینی‌ها، به خاطر اینکه اولا بایستی دید که آیا این حرفی رو که وزیر خارجه بریتانیا میزنه با دیگر اعضای ناتو هم زده شده، تصمیمی در این زمینه گرفته شده یا نه. دوم اینکه آیا شرایطی که بایستی در آید این جنگ پایان بپذیره و در نتیجه تحریم‌ها برداشته بشن چه هستند، و سوم اینکه بسیار بعیده که پوتین بدون به دست آوردن بخش حداقل بخشی از خاک اوکراین از به این جنگ پایان بده و در نهایت به تبع اوکراینی‌ها حاضر نیستن که از سرزمین خود چیزی رو به روس‌ها ببخشن. بنابراین این گفته شاید به این معنا باشه که راه رو باز بکنه برای گفتگوها، ولی بسیار بعیده که به همین سادگی روسیه از جنگ دست برداره و به همین سادگی کشورهای غربی هم تحریم‌ها رو بردارن، به خصوص که به کار گذاشتن تحریم‌ها زمان بر بوده و از بین برداشت این تحریم‌ها هم همچنین. تنها یک مثالی بزنیم، بعد سال‌ها بعد از پایان جنگ عراق و بعد از سال‌ها بعد از حمله آمریکا و تغییر رژیم در عراق، هنوز بسیار بعضی از تحریم‌هایی که آمریکا و سازمان ملل، شورای امنیت سازمان ملل بر عراقی‌ها اعمال کردن، این تحریم‌ها همچنان برقرار هستند. بنابراین وضعیت پیچیده‌تر از این هست، ولی اینکه در نهایت پوتین به چنین کاری دست خواهد زد حداقل در زمان حال بعید به نظر میاد، به خصوص که بایستی پاسخ مردم اوکراین هم داده بشه، اینکه چگونه این خرابی ها ترمیم بشه، جان انسانهایی که صدها انسانی که گرفته شده به چه شکلی بایستی از اینجا از خانواده های اونها نگهداری کرد، و مسائل دیگری که برمیگرده به زندگی روزمره مردم. ضمن اینکه خب وضعیت خود اوکراین در نهایت چه خواهد شد در مقابل روسیه، در مقابل ناتو، رو اوکراینی که بین این دو قرار گرفته. ممنونم از توضیحاتتون. هوشنگ حسنیاری تحلیلگر مسائل نظامی همراه ما بودید. نگاهی بندازیم به چند خبر از گوشه و کنار جهان. ائتلاف نظامی به رهبری عربستان سعودی مواضع حوثی‌ها را در حدیده و صنعا هدف قرار داد. این ائتلاف اعلام کرد پهپادهایی که حوثی‌ها از تأسیسات غیر نظامی یمن برای حمله به تأسیسات نفتی عربستان سعودی می‌فرستادند را هدف قرار داده است. این اقدام در واکنش به حمله‌های گسترده حوثی‌ها در روز جمعه به تأسیسات نفتی آرامکو در جده و سایر زیرساخت‌های غیر نظامی عربستان سعودی انجام شده. واشنگتن و ریاض جمهوری اسلامی را مسئول حمایت از حوثی‌ها در این حمله ها دانستند. حکومت طالبان تعطیلات نوروز را از تقویم افغانستان حذف کرد. وزارت کار و امور اجتماعی طالبان در نامه‌ای به نهادهای دولتی دستور داد تا تعطیلات را حذف و کارمندان ادارات بدون تعطیلی برای انجام وظایف رسمی در محل کار حاضر شوند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان پیشتر گفته بود حکومت طالبان مانع برگزاری مراسم نوروز از سوی مردم نمی‌شود، اما از نوروز تجلیل هم نخواهد کرد. ملاله یوسفزای فعال حقوق بشر پاکستانی و دارنده جایزه صلح نوبل در نشست دوحه گفت اگر طالبان حقوق زنان و دختران را رعایت نکند، نباید به رسمیت شناخته شود. یوسفزای به عمل نکردن طالبان به وعده خود برای بازگشایی مدارس دختران در افغانستان از تاریخ 3 فروردین اشاره کرد. او گفت با وجود عملی نشدن وعده بازگشایی مدارس، نباید در گفتگوهای صلح به مقام‌های طالبان فرصت داد. We were hopeful, we were optimistic, we were like
ما امیدوار بودیم، خوشبین بودیم. میگفتیم چرا یه فرصت دیگه بهشون ندیم اگه قول دادن تا 23 مارس مدارس رو باز کنن. گفتیم باشه تا اون موقع صبر میکنیم و این اتفاق میفته. دختر لباس مدرسه پوشیده بودن، پشت در مدرسه وایساده بودن، ولی درهای مدرسه بسته بود و اونا داشتن گریه میکردن. اولش برنامه این بود که بعضی از مقامات طالبان رو به صحنه بیاریم و امیدوار بودیم مذاکرات خیلی متفاوت از قبل پیش بره. اما حالا که شنیدیم نذاشتن دخترها برن مدرسه، دیگه نباید این فرصت رو بهشون بدیم. این باید شرط بیچون و چرای هر گونه به رسمیت شناختن دیپلماتیک طالبان باشه. ببینید، من به مذاکرات صلح اعتقاد دارم، به گفتگو اعتقاد دارم، اما همزمان فکر میکنم اگر طالبان حقوق زنان و دختران رو به رسمیت نشناسه، نباید اونا رو به رسمیت شناخت. نمایشگاه اکسپو 2020 در امارات متحده عربی برگزار شده است. این نمایشگاه یکی از بزرگترین گردهمایی‌های فرهنگی جهان است که هر 5 سال یک بار به میزبانی یک کشور مشخص برگزار می‌شود. مرضیه حسینی گزارش می‌دهد. نمایشگاه اکسپو 2020 و احتراز بیرق سرنگ جمهوری اسلامی افغانستان. در حالی که انتظار می‌رفت به علت تحولات سیاسی و سقوط دولت در کابل، جایگاه افغانستان در این المپیک فرهنگی ملل خالی بماند، نماند و به دور از صحنه‌های ویرانی و جنگ تبدیل شد به تجلی زیبایی از هنر و تاریخ و فرهنگ افغانستان در منظر شمار زیادی از بازدید کنند دگان دیگر ملیت‌های جهان. دیزاین و طراحی غرفه افغانستان در این نمایشگاه بسیار خوب بود. ما با فرهنگ افغانستان آشنا شدیم و از همه بیشتر از شنیدن موسیقی افغانی و آشنایی با غذاهای افغانستان لذت بردیم، چرا که ما را به یاد کشور خودمان انداخت. من اهل کشور کوریا هستم. امروز از بخش افغانستان در نمایشگاه اکسپو بازدید کردم و از آشنایی با فرهنگ این کشور لذت بردم. اتاق تجارت و بازرگانی دولت پیشین افغانستان از مدت‌ها پیش در حال اتخاذ آمادگی‌های لازم جهت اشتراک در این نمایشگاه بود و قرار بود 250 شرکت خصوصی و دولتی به نمایندگی از افغانستان در این نمایشگاه حضور یابند. اما با سقوط دولت و روی کار آمدن طالبان، تنها یک ماه پیش از افتتاحیه تمام محاسبات به هم ریخت و بخش افغانستان در روزهای آغازین نمایشگاه مسدود شد. چون نمایشگاه از هم دن از این در افغانستان شد و نمایشگاه بسته بود در افغانستان، در وقت آخر در آخره دولت امارات تصمیم گرفت که نمایشگاه را به کسی روز کنه که او اکسپیرین داشته باشه، تجربه داشته باشه. با آنها امروی ما تماس گرفتیم و هم تماس گرفتیم و بسیار و چیزی و به صورت بسیار تیز نمایشگاه را ریکار گرفتیم. یک روز زنگاهش خلاص نشده بود، زیر کار بود، اونا رو تکمیل کنیم. باز از اون تمام اکسپوناتی که از خارج اطمالات کنیم از داشتوم از خانه غیمی همه را تقریم بالا 3600 که برنمایش کردیم و برای از اون ما یک از خانی نسانگ های قیمتی و نیمتی از روی خواهش از آبران از رئیسی از همه چیزی موجود است و تمام معلوماتی که راجع به افغانستان است از همه چیزیش ما یک برنمایش کردیم. نمایشگاه اکسپو 2020 دبی، همانطور که از نام آن پیداست، قرار بود در 20 اکتبر 2020 برگزار شود، اما به خاطر همه‌گیری بیماری کرونا در جهان برگزاری آن به تعویق افتاد و سرانجام پس از تقریبا یک سال در 1 اکتبر 2021 افتتاح شد. نمایشگاهی که با لقب المپیک فرهنگ ملل هر 5 سال یک بار و به مدت 6 ماه برگزار می شود و امسال در رقابت گسترده جهانی این امتیاز در اختیار امارات متحده عربی قرار گرفت و این نمایشگاه در دبی برگزار شد. دولت امارات پیش بینی کرده بود که برگزاری این نمایشگاه جهانی منجر به کسب درآمد بیش از 23 میلیارد دلار در دبی شود. این مبلغ معادل 1/4 تولید ناخالص داخلی این شهر است. مرضیه حسینی، واشنگتن دی سی. تصاویر زنده‌ای می‌بینیم از کیف، پایتخت اوکراین.
جنگ در اوکراین وارد دومین ماه شده، اما هنوز نیروهای روسی موفق نشدند که این شهر رو تصرف بکنند و یا اشغال بکنند. اما تا دقایق دیگه و بعد از استراحت کوتاه به سخنان نمایندگان ایران و آمریکا در کنفرانس دوحه می‌پردازیم.